سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمنآرا هستم و روزهای یک شنبه از طریق رادیو جوانان امروز در خدمت شما هستم و بحث همیشگی ما قانون اساسی بوده و خواهد بود. دوباره با تشکر و سپاسگزاری از پرستارها، دکترها و اونهایی که خدمات درمانی در ایران می کنند و نانواها و رفتگران و اونهایی که خدمات مفید در ایران می کنند، باید این برنامه را شروع بکنیم و تنفر خودمان از این رژیم اعلام بکنیم که 41 ساله که با فقر و فلاکت و ایجاد بحران در مملکت ما باعث این همه بدبختی در ایران بودند. ما تمام هدفمان در برنامه گذشته از روی وبسایت قانون.org شرح دادیم و گفتیم برای تغییر رژیم در ایران باید چه مراحلی طی بشه. اون نه اینکه ما اون هدف نهایی برای شما تعیین کرده باشیم، نه، ما گفتیم که بیانیه 14 تن شروع مرحله اوله، یعنی اینکه مردم ایران بدانند قانون اساسیشون چیه. تا مردم ایران از قانون اساسی که الان 41 سال گرفتارش هستند مطلع نشن فایده نداره، چون مردم میان اعتراض میکنند برای اینکه چرا اسید پاشی شده، در حالی که هیچ وقت تحقیق نمی کنند که اسید پاشی روی چهره خانم ها به خاطر پیدا شدن 4 تار موی سرشان اصل 8 قانون اساسی و اون کسی که آدم می کشه برای این کار، برای اینکه حجاب تا نداشته، و یا اون آیت الله و امام جمعه احمقی که میاد میگه خوشسالی زایندرود به خاطر بدحجابی مردم هست، اینها در حقیقت مجری قانون اساسی و اصل 8ش هستند. اصل 8 امر به معروف و نهی از منکر. حالا ویدیو بلند بالایی هست در مورد همین اصل صحبت کردن که ما در وبسایتمون هم اینه گذاشتیم که نشان دادیم که آقا اصل 8 یعنی این که به شما مردم آتش بیار، همونطوری که رهبر اسمشه گذاشت آتش بیار، اختیار میده که شما هر کاری ره که فکر میکنید صلاحتان هست برای جمهوری اسلامی انجام بدید، یعنی میتوانید حتی آدم بکشید و بعد برید توی دادگاه. بدترین حالتش اینه که به شما دادگاه وقتی که در مقابل حاکم شرمی میگی آقا شیطان آمد رفت توی رگم، من این کار کردم و شاهد من شیطانه، و قاضی شرم شما را تبرئه بکنه، بگه تا اون شاهد نیاد اینجا من فعلا شما را آزاد نگه میدارم. و یا اینکه قانون اساسی اصل 8ش میگه که آقا شما حق دارید برید اسید بپاشید روی چهره یک خانم جوانی به خاطری که 4 تا موش پیدا شده. حالا این امر به معروف و نهی از منکر چطور در قرآن تفسیر شده؟ باید اون را باید از روی قرآن بخوانید، و شما تا قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی نخوندید، یعنی همون قرآن راستین، متوجه نمیشید که این آخوندا قانون اساسیشون بر اساس حدیث نوشتن و حدیث هم دروغه، چون این حدیث ها در با قرآن مغایرت داره. ما در برنامه گذشته گفتیم که آقا این قرآن فارسی با ترتیب تاریخی برای آیت الله های ایران، آیت الله عظما که حق اجتهاد دارند، فرستادیم، سوال کردیم، نمیتوانن جواب بدن، چون نمیتوانن منکرش بشن، نمیتوانن بگن ما کار خلافی کردیم، چون هیچ کار خلافی نکردیم. گفتیم آقا این قرآن عربی، خود قرآن میگه ما پیغمبر به زبان اون ملتی فرستادیم که دین براشون فرستادیم، این آیه قرآنه. از اون طرف هم این قرآن تا زمان عثمان به همین شکل ترتیب تاریخی خوانده میشده،
در زمان عثمان تصمیم میگیره سلمان فارس که بر ایران داشته حکومت میکرده، آقا سلمان فارس یک مزدکی کمونیست بوده که فقط میخواسته از ایران از شاهنشاهی ایران انتقام بگیره و اولین حاکم تیسفون هم بوده. اینا دیگه چیزایی که هر بچه اینه میدنه. اون گفته آقا من نمیتوانم به ایران حکومت بکنم تا زمانی که نتوانیم قرآن قاطی بکنه و یه حکومت حکم حکومتی بدیم که آقا باید قرآن با عربی بخونید. 1400 سال این ملت بدبخت ایران باید قرآن به عربی و قاطی پاتی بخونه که هیچی ازش نفهمه، که آخوندم بیاد براش تفسیر بکنه بگه نه آقا این چیزی که من میگم همونه که تو قرآن گفتم. شما آقا بیایید برید از این آیت الله ها بپرسید کجای قرآن حرف از امام زمان زده. الان حکومت ما حکومت حجتی است، یعنی اینها دزدی میکنن، جنایت میکنن، خیانت میکنن که ظهور حضرت امام زمان زودتر بندازن به راه. یه حرفی است که خود احمدی نژاد میزنه، خود مصباح یزدی میزنه، آیت الله حسینیان میزنه این حرفه. بنابراین اینها قانون اساسیشان طبق قرآن نیست، طبق حدیثی است که خودشان ساختن. تازه ای کاش این مملکت مملکتی بود بر اساس اون شیعه باقر مجلسی انگلیسی که 300 سال پیش آمد توی ایران. امروز ما گرفتار حجتیه هستیم. حجتیه یعنی اونهایی که منتظر ظهور امام زمان هستن. اینا هر کار دزدیشانه میکنن، میگن آقا این پول مال امام زمانه، ما میریم برای امام زمان نگرش میداریم که وقتی که ظهور کرد بهش بدیم. آخه این چیزایی که من به شما میگم این نیست که از خودم درآورده باشم، اینها رو برید سوال بکنید که آقا چطور در این مملکت 1000 میلیارد دلار دزدی میشه. خود دولتم تایید میکنه که آقا هفته پیش دو هفته پیش بود دعوا بین آقای رئیس بانک مرکزی و اون آقای روحانی بود که اون میگفت 5 میلیارد دزدیده شده، این میگفت نه فقط 1.5 میلیارد دلار دزدیده شده. این حالا از این 18 میلیارد کجا، 3 میلیارد خاوری کجا، 60 میلیارد بابک زنجانی کجا، جزایری کجاست، تمام اینها رو پولا رو جمع بکنی رقمی که دست شما میاد 1000 میلیارد دلاره که اینها در این 40 ساله دزدیدن. الان بزرگترین میلیونرهای دنیا ایرانیای هستن، ایرانیای زیر 40 سال، یعنی بچه آخونده آقازاده ها، چون اینا که آقای مصباح یزدی یا آقای فرد فرمایید اون یکی آقای نوری، اینها که پول به اسم خودشان مثل شاهنشاهیمه تو سوئیس نمیگذارن، اینها پولاشون میدن آقازاده هاشان، نوهشان، نتیجهشان، دامادشان، این طرف اون طرف دنیا، همینطوری پولا رو پخش کردن از چین و شوروی بگیرید تا ماداگاسکار و کانادا، همه رو پولا رو جمع کردن. هم یه نمونه اش که از همه مشهورتره آقای خاوری 3 میلیارد هم برده و رفته. چطوره شد؟ حالا شما بین آخوندا فامیلشان بشین میگه بله آقای خاوری فعلا در کانادا در جبهه کانادا است که وقتی آقای امام زمان تشریف آوردن این 3 میلیارد دلار به ایشان بده. این دلیلی است که آخوندا برای خودشان میگن. و حالا بعد شما میگه آقا اینه چطوره طبق قانون اصل 110 باید بخونید. آقا بعد نیشکر، هفت تپه، هپکو، پتروشیمی، شاپور، اینها میرن اعتصاب میکنن که آقا ما حقوقمونو نگرفتیم. یک نفر نمیاد سوال بکنه که آقا چطور ممکنه یک شرکتی مثل هپکو که رقیب کاترپیلار و کوماتسو بوده، این 50 سال پیش وقتی در ایران درست شده، آقا ما هپکو میشناسیم، اینا ماشینالات راهسازی درست میکردن اون موقع، که هنوز هپکو کوماتسو اینا این طوری که چیزا و یه کاترپیلار بود اونجا در دنیا مشهور بودن، اینها امروز باید با اونا رقیب باشن. یه تشکیلاتی است که ضرر میده، حقوق کارگراش نمیتونه بده. اصل 44 درست کردن به خاطر اینکه تمام این مملکت، هرچه پتروشیمی، شرکت نفتی، عذاب آهن، هر چی بود و نبود به اسم خودشان کردن آقازادا. چطوری؟ بانک صادرات روی سفته به یارو 1 میلیارد دلار میده، وام میده، یارو میره هپکو میخره، نیشکر هفت تپه میخره، اصلا اون وام هم پس نمیده، همه بدهکارن،
چون به همین دلیل هم از همه بانک ها رو ورشکست کردن، الان بعد از 40 سال میخوان بانک ها رو خصوصی بکنن. حالا چطوری؟ بانک فرد و ملی ایران که بدهکار است میدنش به آقازاد، یکی از این آقازاده ها. خب شما باید برید اینا رو از روی قانون اساسی در بیارید بیرون که اصل 44 کجاش با قرآن بر اساس قرآنه. یکی از دوستان ما که باش خیلی هم احترام بهش قائلیم، یه مرد فرزانه مبارز کارگری آقای اوسانلو، الان یه ویدیوی درست کرده همین دیروز، داره استدلال میکنه که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس قرآنه و چون بر اساس قرآن قابل تغییر نیست، بنابراین قانون اساسی قابل تغییر نیست. ما به این متن ساده بهش نوشتیم آقای اوسانلو با تمام احترامی که برای شما قائل هستم، اول قانون از شما قرآن راستین باید برید بخونید که متوجه بشید آقا قرآن راستین، قرآن چیه، چی توش نوشته شده، چون شما حتما قرآن فارسی به ترتیب تاریخی نخوندید، بخونید بعد برید قانون اساسی جمهوری اسلامی بخونید، اصل 8ش بخونید، اصل 44ش بخونید، اصل 110ش بخونید، اصل 150ش بخونید، ببینید آقا اینها اینه بر اساس کدام آیه قرآن اینه نوشتن. خب همین هاست که دیگه قانون اساسی باعث میشه که تمام بدبختی این مملکت به خاطر قانون اساسیش باشه. حالا این 14 تن آمدن پارسال که اونها درود به اونها باید فرستاد. 14 تنی هستن که نه ما بگیم که آقا اینا رهبر بشن، نه میخوایم بگیم اینا بشن شاه، نه میخوایم بگیم رئیس جمهور بشن، آمدن یک ایده را آوردن که آقا قانون اساسی باید عوض بشه. شما ببینید در این یک ساله 10 ماه از اون موقع میگذره کیا آمدن از این حمایت کردن. اول کار بود آقای حسن اعتمادی در سوئد که یک رسانه هم خودشان دارن، خداوند بهشان اجر بده، سپاس همه ما رو دارن، آمدن یک پتیشن باز کردن، حدود 1500 نفر هم این پتیشن امضا کردن. اینه در میان ایرانیان خارج از کشور 1500 نفر این آمدن امضا کردن که آقا حرفی که این 14 تن زدن درسته و ما باشن پشتیبانشان هستیم. بگذاریم از اینکه خارج با داخل فرق میکنه، چون از این خارجی ها اصلا در داخل خبر ندارن. شما الان یک جوانی به نام یونسی که جوانی برنده جایزه به اصطلاح دانشجویان برجسته استرونومی بوده و جز نخبگان دنیاست، الان توی زندان است، یه جوان 22 ساله، این بابا اصلا خبر نداره این مجلسان و کنگره و حزبی که در خارج از اینا چیکار میکنن. اصلا ما تو دو دنیای مختلف هستیم. در ایران جوانای 20 ساله و 30 ساله و اینا هستن دنبال زندگی خودشان، اصلا کوچکترین ارزشی هم برای این اپوزیسیون خارج قائل نیستن. خارجی هم به تو سر خودشان میزنن، اون این جبهه درست میکنه، اون یکی این مهستان درست میکنه، میرن توی لندن این طرف خیابان اینا جلسه دارن 20 نفرن، اون طرف خیابان 2 نفری به هم جید میکنن که کی بهتر چاپلوسی شاهزاده رضا پهلوی میکنه. و حالا بگذاریم از این تمام این حرفا که هرچه در خارج این اپوزیسیون هم نمیتوانه با هم توافق بکنه، شخص وجود همین رضا پهلوی، به هر حال دارم همینو میخواستم بگم که شما تنها راه نجاتی که برای ما باقی مانده چسبیدن به تغییر قانون اساسیه که این متاسفانه با آمدن این کرونا هم یک حالت به تغییر افتادنش هست، به خاطر که تمام افکار معطوف شده در داخل ایران به این موضوع کرونا و این بدبختی و فلاکتی که آمده. حالا امروز هم که یک زلزله 5 ریشتری در ایران آمده، در تهران آمده، اونم حالا ببینیم، امیدوار هستیم که واقعا تلفات نداشته باشه. اینها همش مسائلی است که باعث میشه اون موضوع اصلی که بدبختی اصلی مملکت هست و اون قانون اساسی جمهوری اسلامی هست فراموش بشه. یعنی این انقلابی که این 14 تن به وجود آوردن به تأخیر بیفته، شما اینه مطمئن باشید. حالا البته بر اساس تمام پیش بینی‌ها که
از سالها پیش شد که اینها باید بعد از 40 سال دیگه رفتنی هستند، به خاطری که خود آقای خمینی هم در یکی از مشهورترین سخنرانیاش در اون سالهای اول انقلاب گفت زمانی که مردم به ذات آخوند پی ببرن فاتحه همه ما خوانده شده. خود آقای خمینی اینه گفت، ویدیو شما چندین بار گذاشتیم اینجا، خیلی هم ویدیو مشهوری است. یعنی اینکه آقا الان هم دیگه هر کسی که شما در خیابانهای تهران را برین ذات آخونده میدنه، یعنی میدنه که آقا آخوند اصولا این عمامه رو میذاره رو سرش که دزدی بکنه. اصلا و ابدا چیزی که برای اینها مهم نیست هدایت مردم به اون چیزهاییست که در موردش تبلیغ میکنن، فقط و فقط هدفشان دزدیه، همین. و به همین دلیل هم هست که در این 40 ساله اینا حدود 1000 میلیارد دلار دزدیدن. و تنها راهی هم که ما داریم پیشنهاد میکنیم که هست ملت ایران بیان خواستار تغییر قانون اساسی بشن، و اگر نافرمانی مدنی میکنن، یعنی اگر که فرض بفرمایید مال باختگان میان میگن که آقا پول ما را دزدیدن، نه اینکه اعتصاب بکنن که آقا پول ما چی شد، نه بیاید اعتراض بکنید که آقای اصل 110 ولی فقی با تایید تو آقای خاوری پولی که ما در حساب بانکی گذاشتیم ایشان آمده از بانک مرکزی حواله داده به کانادا. متوجه هستید؟ مردم باید اعتراضشان به عدم اجرای قانون اساسی و یا ایراد به قانون اساسی بگیرن، نه اینکه خب بعد نیشکر هفته میان کارگرها اعتراض میکنن که آقا ما حقوقمون رو نگرفتیم، ولی باید اعتراض بکنن که چرا حقوقمون رو نگرفتیم، به خاطر اصل 44. یک مجموعه ای که بزرگترین مجموعه سودده ایران بوده، اینها شکر تولید میکنند. متوجه هستین ایران وارد کننده شکر بوده، همیشه وارد کننده شکر بوده. بنابراین تو وقتی شما شکر تولید میکنی یعنی که بازار داره، یعنی فروش داره. نیشکر هفت تپه مشهوره که این چیز مدار چطور شد اینه دادن به دو تا شرکتی که مال آقازاده ها بود، و این آقازاده ها چیکار کردن؟ مجانی اینه صاحب شدن، بعد شروع کردن هرچی درآمد داره اینه بردن خارج. به همین زبان ساده دارم عرض میکنم. پس این 1000 میلیارد چطوری به دست آمده؟ از همینجا بردن خارج. الان خب وقتی که شما از یک کارخانه میبرید، کارخانه قطعات یدکی میخواد، هر سال باید یه شاتدان بشه، تعمیر بشه. وقتی که این کارا نشه همین حقوق کارگرش هم نمیتونه بده. بنابراین باید بیاید به اصل 44 شما چیز بکنید. آقای هپکو باید به اصل 44 اعتراض بکنه. شما وقتی که معلم‌ها میان اعتصاب میکنن، خب اعتصاب میکنید که چی؟ حقوق ما رو نگرفتیم یا فلان چیز. بله، برید اصل قانون اساسیه بخونید ببینید چرا اینه. وقتی که شما در جمهوری اسلامی میبینید که ارزشی برای دانش علوم انسانی قائل نیستند، در حالی که در خود قانون اساسیشان نوشته که باید اینطوری باشه، ولی میان نوح خانهاره اینها ترغیب میکنن دانشگاه نوح خانی که هیچ نفعی برای جامعه ندارن. آخه شما فرض بفرمایید رفتید لیسانس یا پی اچ دی نوح خانی هم گرفتید، این چه نفعی چه سازندگی برای مملکت داره؟ الان مملکت ما مملکت نوح خان هاست. دین ها دیگه جای رسیدن که نوح خانی میکنن که یارو رفته با امام حسین هم تخت نرد بازی کرده، بعد به امام حسین باخته، گفته باختمه چطور بدم، یارو گفته بهش برو دو کیسه برنج بردار ببر فلان مسجد. این آقای رضایی زارعی کیه که نوح خان هست و الان هم مثلا توی این رسانه‌های عمومی حرف ازش هست؟ این نوح خانیست که اصلا آقای خمینی دست میده، آقای خامنه‌ای دست میندازه گردنش. نوح خان آقای خامنه‌ایه. شما باید به اصل 110 مراجعه بکنید، یا به اصل سوم یا چهارم در مورد فرهنگ مراجعه بکنید، اعتراضتان آقای فرهنگ یا به قانون اساسی باشه. یعنی تمام اینها رو وقتی شما جمع بندی میکنید میبینید که
قانون اساسی باید تغییر بکنه که این مملکت یک وضعیت لااقل درست حسابی پیدا بکنه که هر کسی سر جای خودش بنشینه. اگر شما یه قانون اساسی داشته باشید که آخوند امامه به سره، فقط بگید باید برید توی مسجد، ای کاش ما روزی به اون مرحله برسیم که آخوند حق قدم زدن در خیابانها رو نداشته باشه، هرچند که الان دیگه نمیزنه این کار، بخاطر که یه آخوند جرأت نمیکنه تو خیابان راه بره. ما ویدیوهاش دیدیم، یارو آخوند بیچاره داره رو میدونم، ممکنم از آخوند خوبی باشه، یعنی آخوند بیزرری باشه، دست بچهش هم حتی گرفته داره را میره، یه دفعه میبینه یه زنی داره از اون طرف خیابان با فوش بد و بیرا داره با آخونده میده، که آدم در این حالی که میگه درسته ولی خجالت میکشه، بالاخره اون بچه 4-5 ساله که دستش تو دست این آخونده، اون چه گناهی داره این بیچاره؟ اونم بدبخت قانون اساسی جمهوری اسلامیه. یعنی قانون اساسی یک عده‌ای درست کردن برای دزدی خودشان، حالا ممکنه توی این آخونده هم 4 تا آخونده خوب باشن که من شک دارم، ولی با وجود این شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی عوض بکنید. این وضعیتی است که ما در داخل ایران داریم و ما تمام همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی در آوردیم و اون چیزی که باید حمایت بشه از طرف از خارج دولت آمریکاست، چون شما هیچ وقت امیدوار نباشید که دولت انگلیس یا دولت آلمان یا فرانسه یا این قدرت‌های بزرگ غربی هیچ وقت بخوان این رژیم جمهوری اسلامی عوض بشه، چون اینها با هم مراوده های اقتصادی خوبی دارن و این جمهوری اسلامی بهترین بازاره برای اینها. دیگه حالا چین و روسیه رو بذارین کنار که اصلا اونها دیگه ایران مستعمره اونهاست، اینجا میمانه فقط آمریکا که یک نقش مؤثر داره. حالا آمریکا چطور میتوانه فشار بیاره روی ایران؟ همین تحریماشه، منتها تحریم هوشمندانه بکنه، یعنی به جای اینکه تحریم بذاره روی اینکه فرض بفرمایید آقا ماشینالات کشاورزی به ایران نباید بره، یا فرض کنید گندم نفرستید یا کامپیوتر نفرستید، اینا رو بذاره مردم، این چیزهایی که روی مردم تأثیر میگذاره اینها رو نمیتونم بگم وردارید، به خاطری که این باز هم ممکنه، ولی لااقل تحریم بذارید روی اون کسی که این پول از این مملکت خارج میکنه و میاره در بانکهای شما میذاره و پس فردا به نام امام زمان جز همین تروریست هاست طبق قانون اساسی. ما آمدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در وبسایت iranianamerican.info به انگلیسی، اونجاهایی که برمیگرده به همین مسائل دزدی اینها که اینها پول خارج میکنن طبق قانون اساسی و در خارج شبکه‌های تروریستی ایجاد میکنن، اونه به دولت آمریکا میگیم آقا شما هم بیایید این قانون اساسی نگاه بکنید که این به ضرر شماست و شما هم از این 14 تن حمایت بکنید، نه این اینکه نیروی نظامی بهشان بدید، نه، چون نیروی نظامی اگر بخارد بشه از اینا رو تقویت میکنه، نه، فقط و فقط کافیش یه اعلام بکنید. یعنی آقای پامپئو که هی دائم میاد چپ و راست میگه ما باید اینا رفتارشون عوض بکنن، هر چه ما برای آقای پامپئو مینویسیم که آقا اینا رفتارشون طبق قانون اساسی خودشان هست، آقای پامپئو گوش نمیده، یعنی نمیشنوه، بخاطر اینکه ما کسی نیستیم که صدامون برسه به اونجا، ولی امیدواریم یه موقع اینا بیان به ما بگن آقا حرف حساب چیه، ما میگیم آقا دو چیزه، هر چی شما اختلاف با ایران داری، تمام این چیزه تروریستیشان، دخالتشان در یمن، دخالتشان در لبنان، دخالتشان در سوریه، اینا همش طبق قانون اساسیه، برید قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوانید، نگید که آقا تو موشک نباید درست کنی، نگید تو نباید به اون حماس کمک بکنی، بگو آقا قانون اساسی تا عوض بکن. وقتی قانون اساسیش میگه آقا ارتش ایران ارتش
ملت ایران نیست بلکه ارتش مسلمانان دنیاست. این تو قانون اساسی نوشته شده آقای اوسانلو، برو بخوان. در اون صورت یعنی چی؟ یعنی این که اگر که در یک جایی که خلاف اسلام شد و اینها به اون اسلامی که خودشان دارن تعبیر میکنن برخلاف مستضعفان، مستضعفان توی قانون اساسی، توی قانون اساسی نوشته شده، زد اینها باید برن دخالت بکنن. یعنی این که شما وقتی که پای صحبت اینا میشه میگین که آقا چرا در شما در سوریه هستید، اینها اصل قانون اساسی جلوی شما میگذارن و میگن طبق این اصل قانون اساسی ما باید در لبنان باید در سوریه باشیم، ما باید در یمن باشیم، ما باید در فلان جا باشیم، ما باید در همه جای دنیا که مسلمانان تحت ظلم هستن در اونجا باشیم. ولی بعدشان سوال میکنی آقا در چین مگر مسلمانان تحت ظلم نیستن؟ در بنگلادش که اون مسلمان ها اون بودایا اون برار از سرشان آوردن چرا اصلا شما لب تکان ندادید؟ در چچنی های روسیه چرا شما لب تکان ندادید؟ اونا مسلمانیشان با مسلمان های سوریه فرق میکنه؟ نه، شما باید برید قانون اساسی اینا رو بخونید که اصلا اینا آقای اوسانلو هیچ چیزشان بر اساس قرآن و آموزه های قرآن نیست. اینها تمام کارشان بر اساس حدیثی است که خودشان ساختن. حدیث دروغه، هیچ چیز حدیث با قرآن مطابقت نداره. برید نگاه بکنید، برید حدیث داره شما نگاه بکنید، وقتی آیت الله به شما میگه 100 تا آیه از در مورد امامت در قرآن، شما بفرمایید دو تا آیه نشان من بده، آخرین حرفی که به شما میزنه برو ای بهائی ملعون، نمیتوانن جواب بدن. در صورتی که شما قرآن به فارسی خوانده باشین میتونید با آخوند طرف حساب بشین. اینا وضعیتی است که ما در داخل ایران هست داریم و هیچ راهی هم نداریم که از دست اینا خلاص بشیم مگر اینکه روزی قانون اساسی عوض بشه و ما بخشید مراحل تغییر قانون اساسی در ایران در برنامه گذشته در 9 آیتم نوشتیم و الان ما در مرحله پنجم هستیم. مرحله بعد از بیانیه 14 تن ما در مرحله پنجم هستیم. در مرحله پنجم وقت اونه که دولت آمریکا اعلام بکنه، یعنی آقای پامپئو اعلام بکنه که ما با دولت ایران هیچ گونه قراردادی و توافقی نخواهیم کرد و تحریم ها هم بدتر خواهند شد تا زمانی که قانون اساسی عوض نشه. این یک. دو، ما تمام دزدهای این را معرفی میکنیم، نمیخواد برید با هر چیز بکنید. شما 5 تا آخونده با سند و مدرک بیایید نشان بدید که آقا اینها چه پولهایی در خارج دارن، که مردم ایران بدانند که وقتی ما میگیم آقای احمدی نژاد حدود 20 میلیارد دلار در ونزوئلا داره با آقای رفیق دوست و قاضی مرتضوی، اینم شما تایید بکنید. اون آقای رستم قاسمی که رئیس شرکت نفت ایران بود و یارو شکن آشپز پشت جبهه جنگ که بعدن شد مهندس و بعد شد رئیس خاتم الانبیا، این حدود 20 میلیارد دلار هم وقتی میگیم خودش، نه، اینا یک چیزای مافیایی دارن با هم مرتبط هستن، همشون هم برمیگردن به بیت امام که آقای خامنه ای در رأسش هست طبق اصل 110. یعنی اینا شما اگر در ایران یک نفر بتواند 100 هزار دلار از ایران خارج بکنه هنر کرده. اینا تا تایید بیت امام و آقای خامنه ای نباشه و اینا جز اون مافیای داخلی خودشان نباشه، این امکان نداره این کارو بکنن. اینا بارها آمدن گفتن، ما اصلا ویدیوش نشان شما دادیم که آقا مگر همچین چیزی ممکنه که یک نفر بیاد بره تو بانک مرکزی 3 میلیارد دلار به پول خودش حواله بکنه به حسابش؟ خب نمیشه این، تا شما به اصطلاح یه جا بند نباشه. اینا یه سیستمای مافیا هستن. همینطور گفتیم دولت آمریکا بیاد اینا رو معرفی بکنه و بگه آقا من اگر روزی بتوانم روی اینها سانکشن میگذارم، یعنی حساب بانکی اینها رو فریز میکنم. شما باور کنید فردای اون روز ما در مرحله ششم هستیم.
یعنی چی؟ یعنی آقا خامنه ای میاد با آقای فرض بفرمایید کوروش زعیم یا ملکی یا نوریزاد یا ستوده نسرین ستوده یا شعله زد اینا میشینه میگه آقا بیاین با ما بگیم آقا قانون اساسی چه باید باشه. ما اونجا گفتیم آقا قانون اساسی نوشته شده آماده فقط برای دوران گذار اینجا اینه، طبق اون قانون اساسی وارد مرحله هفت میشیم که بیاید یه مجلس شورای ملی انتخابات بکنید، در مجلس شورای ملی قانون اساسی نوشته بشه در مرحله نهم که قانون اساسی عوض بشه، یعنی ساختار رژیم عوض میشه. این حرفی است که ما زدیم، این اوضاعی است که ما در داخل ایران داریم. حالا در خارج هم بدبختانه ما یک ویروسی داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که این الان 40 ساله با حمایت عربستان و جمهوری اسلامی، البته نه آمریکا، چون در آمریکا فقط تنها قولی که دولت آمریکا داده بود به شاهنشاه یا مهر فقید که آقا میتوانه پسر در اینجا در امن و امان زندگی بکنه و هیچ کس هم حق نداره بهش بگه بالا چه شد ابروه بگه، این طوریه. بنابراین تمام رسانه های آمریکایی، وایس آف امریکا و اینترنشنال و اینا که همه پولشون از عربستان میاد و رادیو فردا و من و تو نمیدونم تمام این رسانه هم در اختیار ایشان، ایشان هم بره خودش تشکیلات درست میکنه، شورا، ققنوس، فرشگرد، امروز هم حالا دولت در تبعید یا هر چی میخواد درست بکنه. و هر حال ایشان یک عامل اصلی تمام اختلافات هست و ما دفعه قبلا گفتیم که آقا چیزی که در وجود این نیست، نه اون رشادت رضا شاه، نه اون ادب و پروتکل شاهنشاه یا مهر فقید، هر چه هست و نیست در وجودش همون چیزی است که اشرف پهلوی بوده و غلام رضا پهلوی بوده، که حالا یکی از این به اصطلاح چاپلوسانش ما فقط همین کامنت ایشانه میخوانم، به خاطر که قبلا یه فوشای خیلی رکیکتری توی ویدیوهای قبل برای ما می نوشتن در این طرف اون طرف، ولی این آقای جوالف که حتی من نمی شناسم که، ولی خب ایشان یک شرح خیلی مفصلی اینجا نوشتن که من اینه از رو برای شما می خوانم که ببینید ما با کیا طرف هستیم. نوشته این همه تعریف از خودت و شرکت و امضای پای نقشه‌هات اگر راست باشه. حالا ما دفعه قبل آمدیم گفتیم که آقا من یه مهندس هستم و اصلا تو کار سیاسی اینا نیستم، ما هفته نیم ساعت یه ساعت میایم اینجا میشینیم پای این ویدیو یک ویدیو درست میکنیم، اینم میدیمش به خانم نورشید، خانم نورشید هم اینه یه شنبه از رادیو جوانان امروز پخش میکنه میذارتش تو یوتیوب. ما نه مدعی کنشگر سیاسی هستیم، نه دنبال هیچی هستیم، مهنده اصلا 99% وقتم روی کار خودم، روی کار مهندسیم، فقط به خاطر که گفته باشم که آقا من کار سیاسی نیستم و در آینده نیستم به اینا سابقه دادم که آقا من 25 سال پیش نقشه های پتروشیمی اصفهان امضای من پاشه، من تو شرکت یوپی کار میکردم، الان هم با یه شرکت بزرگ و موزم چینی همکار هستم، داریم یه کارهای نیروگاه برق از آشغال توی این طرف اون طرف دنیا اگه بتانیم بکنیم میکنیم. 73 سال هستم، 60 هستم، منتها تمام وقتم روی اون هفته شاید بگم یک ساعتم وقتم صرف اینا نمیشه، چند تا هم ایمیل دوستان به ما میزنن جوابشو نمیدیم. همین. بعد این آقا، حالا قبلی ها خیلی مؤدب تر بوده، اونا دیگه فوشای خیلی رکیک میدادن، ولی آقا خیلی خیلی بسیار گویا فهمیده است. این همه تعریف از خودت و شرکت و امضای پای نقشه‌هات اگر راست بود، من حضورتان عرض کنم خیلی گاوی، آخه مرد که الاغ و احمق بفرما یارو وقتی که اسم حقیقی خودش نمی نیست از این نیمه تو کسی هایی برد بالا اتفاق خوبه، این مردی که الاغ و احمق، اون یکی که آدم خیلی فهمیده اونا بود که هیچ بدتری روانشاد اشرف پهلوی بی سر و صدا آن همه کار خیر انجام داد و جایی هم خودستایی نکرد،
از اون دوست 90 و خورده خودت بپرس. البته منظورش آقای ناصر امینیه، که ناصر امینی از همون خانواده امینیه که خانم شاهزاده با اونه، که طوریه که یه موقع خود ناصر امینی برام تعریف میکرد که آقا این شاهزاده میره توی رستوران این بچه های دوستای خود ما توی سان فرانسیسکو، توی ساندیاگو اون طرف اون طرف، براش درست میکنن، یه 100,000 دلار جمع میکنه و برمیگرده، اینم مسافرتاش میشه که خرج سفرش رو داشته باشه. که ناصر امینی بهش زنگ میزنه میگه آقا تو پس فردا میخوای شهبانو ایران بشی، اون میخواد بشه شاهنشاه، آخه این مسخره بازی ها چیه؟ میرین تو رستوران برای خودتان نفری 5,000 دلار پلیت میدین. خانم امینی هم، یعنی همین خانم آقای رضا پهلوی، بهش میگه بالاخره ما هم خرج داریم، بالا اون 100 میلیون دلاری که گرفتن وقتی که خودش داشته اونا کجا رفته من نمیدونم. به هر حال این 90 ساله همینه، خودستاین از اون دوست 90 خورده ای ساله خودت بپرس. ای چشمت کور، برو توی کامپیوتر، برو توی کامپیوتر درباره اشرف پهلوی مطالعه کن. آقای جو الف، حالا اینه دارم خدمت شما عرض می‌کنم، والا من رفتم همینطوری که شما فرمودید، رفتم در مورد اشرف پهلوی، رفتم یوتیوب، اونجا نوشتم اشرف پهلوی، بعد اشرف پهلوی و مواد مخدر، اشرف پهلوی فساد اخلاقی، اشرف پهلوی وثوقی، اشرف پهلوی با سگ، از همه مهمتر اشرف پهلوی و محمود قربانی شوهر گوگوش. این آقای اشرف پهلوی اگر یادتان باشه اونه که باید حتما اون آقای جو الف، فکر نمی کنم حتی 60 سالشان هم باشه، ولی اونایی که 60 سال هستن یادشان هست 50 سال پیش آقا خانم اشرف پهلوی اصلا کارش قاچاق هروئین و تریاک به اروپا بود با هواپیمای وزارت خارجه، که در سوئیس گیر میفته و آبروریزی بزرگی بود که بعد دیگه ایشان ممنوع الورود به سوئیس میشه. این مواد مخدرش که حالا ویدیوش اصلا نگاه نمیکنید، بخاطر اینکه ما خودمان دیدیم اونجا بودیم. اشرف پهلوی فساد اخلاقش بابا چیز بابا سوقی هست، از همه اش مهمتر این محمود قربانی شوهر گوگوش بیتونه تو ویدیوش شما گوش بده، آنها خجالت میکشه اینا رو برای شما تعریف بکنه. ولی خود من یه موقعی در هتل رامسر بابلسر، اونجا من پیمانکار بودم توی هتل، اونجا هم تنها هتل خوبش بوده، ما میسیم هر روز صبح میدیدیم خانم اشرف از اون پلهای رستوران که میامد پایین، دو تفر گردن کلفت این طرف اون طرفش بود، با یک ابهت و افتخاری میخواست به همه بگه اینا که همه تو رستوران نشسته. بابا آدم خجالت میکشه، بالاخره شما هرچی باشه خواهر شاه ایران هستی، آخه این چه تظاهری است که شما میکنید که دیشب مثلا با شما با اینا بودین. اشرف همینه آقای جو الف. حالا شما یه ویدیو کنیم باید بیچاره وقتی در سن 94 سالگی میمیره، خب یک بزرگ داشتی ازش میشه و شروع میکنن که بله ایشان در صلیب سرخ بوده و در شیر خورشید سرخ رئیس اونجا بوده، ایشان به کمک کرده. حالا کمکاش اگه ایران یه دو نفر پیدا کردی در تمام ایران که آمدن گفتن آقا ما یه کمکی اینها به ما کردن، ما میگیم ما همه حرفمون هم پس میگیریم. ولی به هر حال این چیزا اصلا واقعا گفتنش لازم نیست، ولی باید گفت به اینهایی که دیگه خیلی از مرحله پرت هستن، هنوز هم که هنوز میان صحبت میکنن در مورد بزرگواری های رضا شاه با هم شانشهاری همه که با ما قبول داریم ایناره، ولی اینا چه ربطی به این رضا پهلوی داره؟ ایشان اصلا هیچه در مقابل اونها. ما دفعه قبل گفتیم خود شاهنشاه آریامهر در بستر مرگ بوده و گفته که آقا این رضا نمیدونم چرا اینطوری شه، این وصیت کرده که تمام اون پولها رفت. یعنی این که رضا پهلوی چشمش دستش به اون 60 میلیارد پوند نمیرسه، دلار نمیرسه که در سوئیس هست، به خاطر اینکه رفت این کار کرد که بره اصلا یه 200 میلیونش ورداره. آقای
احمد منصور انصاری میتونه اینا برای شما تعریف بکنه که رفت سوئیس که به 200 میلیون دلار این مبلغ جزئی بره بردار، از این بانک ها اونجا گفتن اما اصلا شما رو نمیشن، شما کی هستی؟ شما وقتی میتوانید، یعنی بانک نگفته، ولی وقتی میتوانید وارد اون بانک بشید بگید آقا من میخوام اون 20 میلیارد دلار رو بردارم، که شما شاه ایران باشید. این وصیت و اینستراکشن خود شاهنشاه آریامهر به بانکهای سوئیسه. بنابراین رفت، شعر فردوسی یادم نیست از روی، ولی بخوانید شاهنامره که آقا این آخونده حالا چه مال اون رژیم بوده چه مال این رژیم، زیر دامن نهند و به غیر میدن، اینه میمیرند و میره به کارش. تمام اون بزرگان رئیس جمهورهای آفریقا که این همه دزدی کردن، همه پولارم هم گذاشتن تو سوئیس، کجا؟ مثلا چونبه الان فامیلش کجا از باید میلیاردر باشه؟ نیستن. بعد از اینکه مردن همه پولا رو بانکای سوئیس کشیدن، یعنی نکشیدن بالا، طبق قانون خودشان گذاشتن اونجا. الان اون 60 میلیارد دلار شاهنشاه آریامهر هم تبدیل شده بود به 30 میلیارد دلار ممکنه، به خاطر اینکه شما مبالغ بزرگ وقتی که در بانکای سوئیس داشته باشین نه تنها بهره نمیگیرین، بلکه باید بابت نگهداری اون پولم یه چیزی به بانکای سوئیس میدادید. بنابراین در 50 سال اگر شما در 60 میلیارد ناگی در این 40-50 سال گذشته، حدود سالی هم باید 200-300 میلیون دلار پول به سوئیس داده بشین که از اون پول شاید مثلا 60 میلیاردی که میگن طبق مقاله نیویورک تایمز اون موقع که شاه شاهنشاه آریامهر ثروتمند در اینجا، الان ممکنه تبدیل شده باشه به 20 میلیارد دلار که اونم دیگه به دست رضا پهلوی نمیرسه. رضا پهلوی میمونه و همین پولایی که عربستان و نمیدونم این طرف اون طرف بهش میدن که اونم بیاد یه خورده زر بزنه، سر و صدا بکنه که آقا ما میخوایم این کار رو بکنیم، میخوایم دولت جمهوری اسلامی هم شاید کمکش بکنه که بله بله شما بفرمایید. ما هم حتی از اون زیر میگیم که این آقای رفسنجانی پولی هم به شما بده. این وضعیت بدبختی ما در خارج، این اپوزیسیونی در خارج هم تو سر هم میزنن که آقا کی بیشتر چاپلوسی از این آقای رضا پهلوی میکنه. به هر حال ما همیشه نتیجه گیری میکنیم و شروع صحبت ما هم همیشه درباره تغییر قانون اساسیه و هیچ راهی هم ما نداریم که این قانون اساسی در ایران عوض بکنیم مگر اینکه مردم تمام نافرمانی های مدنیشان بشه، شعارشان همراه با قانون اساسی بشه، یعنی وقتی نیشکر هفته به تحجید میکنه اصل 44 رو بکشه، فرهنگی ها اصل 110 بیانجرا، اصل 8 قانون اساسی، دزدی ها رو وقتی میخواین چون اصل 110 بگن، اینو که با مردم بگن قانون اساسی باید عوض بشه، یعنی همون چیزی که 14 تن گفته. و اگرم از این طرف آمریکا بخواد کمک بکنه، اونم باید قانون اساسی بچسبانه به تروریسم و بگه آقا شما تا قانون اساسی تو عوض شه ما با شما مذاکره نمی‌کنیم و دزدای مملکت هم سی‌آی‌ای بره پیدا بکنه و معرفی بکنه. این بیفته ما در مرحله هفتم اون مرحله هستیم که بهش میگیم دوران گذار، که دولت جمهوری، یعنی آقای ولی فقیه حاضر بشه در مورد تغییر قانون اساسی با اپوزیسیونی که در ایران وجود داره، نه خارج. اینا رو اصلا فراموش بکنید، اینا کشف خودشان میسابن خارجی ها، اینه که در خارج هستن. اینا اولا پاشنه به ایران نمیذارن. آقا شما نگاه کنید، بنده خود من آقا ما این همه جوش میزنیم، ولی یه نفر بیاد از من سوال بکنه، از آقای همسن و سالای خود ما مثل اسم نمیخوام ببرم، سوال کن شما برمیگردین ایران؟ نه آقا، آخو من برگردم ایران بگم چی؟ من دیگه هر چی داشتم و نداشتم از ایران از دست دادم، آمدم الان 30 سال توی آمریکا زندگی میکنم، خانم توی آمریکا، یه چیزی هم دارم، یه حقوق بازنشستگی هم میگیرم، یه فعالیت مهندسی هم میکنم، آخو من بیام برم به 80 سالگی برم کجا؟ برم کرمانشاه؟ اصلا کرمانشاهی وجود نداره. اون کرمانشاهی که من داشتم مال 50 سال پیش بود که جمعیتش 200,000 نفر بود، الان جمعیتش شده 3 میلیون نفر، که اصلا من تو خیابان را برم کسی نمیشناسم.
بنابراین ما اینه که در خارج هستن، مخصوصا اینه که در لس آنجلس و فالکچرچ و این طرف اینا پاشون هم نزدیک ایران هم نمیذارن. ما دیگه وقت ما هم زیادی رفتیم تلف شده. به هر حال تا هفته آینده خدا حافظ شما.